برخی امروز خیلی صحبت از تنش صدایی میکنن. امروز هیچ عاملی به اندازه تردید تنش‌زا نیست. کسانی که میگوین دشمن رو تحریک نکنید تا تنش ایجاد نشه، چه چیزی دشمن رو تحریک میکنه؟ اگر دشمن احساس کرد که میتواند به حقوق شما تعرضی کند و این تعرض برای او هزینه نخواهد داشت، این تنش‌زاست. هیچ عاملی اندازه تردید در دفاع از حقوق ملت موجب تنش نخواهد شد. تردید اگر در دفاع از سرمایه ها، از منافع، از حقوق کشور ایجاد بشه، طمع دشمن رو بیشتر و او رو اتفاقا به ایجاد تنش تشویق خواهد کرد. پاسخ ندادن به دشمنکون رو جری میکنه. اگر رفتارهای تهدیدزای دشمن براش هزینه مند نشه، هر روز تهدید جدیدی رو متوجه شما خواهد کرد. خب یه زمانی توافق در همین موضوع هستی قرار شد توافق بشود. برای چی بود؟ برای اینکه اون دشمن از ایذا و اذیت و از مزاحمت برای ملت ما دست برداره، تحریم ها رو برداره. برای این بود دیگه. بعد از یه مدت گفتن نه، اصلا هدف تحریم نبوده، از هدف یه چیز دیگر بوده، از امنیت بوده. از این میخواستیم که پرونده ایران، موضوع هسته ایران، یه موضوع امنیتی نباشد. یعنی چی؟ ببینید تو همین توافق برجام، بعد او از شما چه میخواهد؟ تزویر دشمن رو ببینید تو بند 5 برجام. من برای شما بخونم: اگر شما میخواهید همین فعالیت علمی، همین تحقیق و توسعه رو راجع به فلان موضوع علمی مثلا غنی‌سازی اورانیوم داشته باشی، این رو شما باید صرفاً فقط در فلان مکان انجام بدهید، در نطنز انجام بدهید. چرا؟ چون اگر من خواستم این رو درش اخلال ایجاد کنم، این رو تخریب کنم، شما اگر جاهای مختلف باشه کار من سنگین میشود. نمیتوانم همه جا بروم گروه های تروریستیمو بفرستم. شما باید قبول کنی که فقط در نطنز باشد. بعد شما میبینید وقتی متمرکز میشود در یک جا، خرابکارانش رو میفرستد همونجا رو تخریب میکند. جالبه، در همین بند بیان میکند که در فوردو نباید برود. چرا در فوردو نباید انجام بشود؟ چون فوردو زیر زمین است، نمیشود بمباران بشود. این استدلال دشمن، این منطق دشمن تو همین سال 2020ه.